کره شمالی در اقدامی جدید یک موشک بالستیک قاره پیما آزمایش و اعلام کرد به هدف تاریخی خود برای تبدیل شدن به یک کشور هسته‌ای و دارای قدرت بازدارندگی دست یافته است. موشک امروز این توانایی را دارد که تمامی نقاط در قاره آمریکا را هدف قرار دهد. ساخت این سلاح به کره شمالی برای دفاع از خود در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا کمک خواهد کرد. پیونگیانگ اعلام کرده موشک بالستیک آزمایش شده دوربردترین موشک تا کنون بوده و کره جنوبی هم در بیانیه‌ای گفته این موشک 960 کیلومتر مسافت را در 53 دقیقه طی کرده و به ارتفاع 4500 متری رسیده. آزمایش موشکی کره شمالی واکنش کشورهای مختلف و متخاصم با پیونگیانگ از جمله کره جنوبی و ژاپن را به دنبال داشت. نخست وزیر ژاپن در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا بر انزوای هرچه بیشتر پیونگیانگ تاکید کرده. مکالمه‌ای که حرفی از گزینه نظامی زده نشده. ژاپن و ایالات متحده موافقت کردند با همکاری جامعه بین الملل بیشترین فشارها را بر کره شمالی وارد کنند. رئیس جمهور کره جنوبی هم تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملی این کشور را خواستار شده و با محکوم کردن این آزمایش موشکی آن را تهدید کننده صلح و امنیت جهانی دانسته. ما این اقدام را محکوم می‌کنیم. کره شمالی باید از این اقدامات دست بردارد و به میز مذاکره بازگردد و تا زمانی که پیونگیانگ از توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود دست بر ندارد، تحریم‌ها و فشارهای شدید ضد این کشور ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور چین هم در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود گفت خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره یکی از اهداف خلل‌ناپذیر پکن است. کره شمالی باید به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل احترام بگذارد. امیدواریم طرف‌های درگیر به گونه‌ای عمل کنند که صلح و ثبات منطقه حفظ شود. رئیس جمهور آمریکا هم بدون اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز کشورش در شبه جزیره کره تهدید کرد تحریم‌های اساسی بیشتری علیه کره شمالی اعلام خواهد شد. روسیه اما پرتاب موشک کره شمالی را سیگنالی به آمریکا و همپیمانان آن در آسیا دانسته که هدف اصلی آن را هشداری جدی به آمریکا، ژاپن و کره جنوبی عنوان کرده که به دنبال افزایش تنش‌ها در منطقه هستند. با انجام این آزمایش موشکی، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن خواستار جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شدند. کره شمالی اعلام کرده این موشک بالستیک قاره پیما قوی ترین موشکیه که تاکنون آزمایش کرده و قادر به حمل کلاهک هسته‌ای فوق سنگینه. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.